زندگی خصوصی امام خمینی از دوربین‌ها دور ماند و ظاهراً این خواسته او تا لحظه وفاتش بود. حتی افراد خانواده‌اش هم تا زنده بود از آمدن جلوی دوربین و مصاحبه کردن پرهیز می‌کردند. امام هنگامی که در سال 1979 میلادی از تبعید برگشت، تصمیم گرفت در قم زندگی کند، شهری که برای او پر از خاطرات جوانی و پر از خاطرات مبارزه قبل و بعد از انقلاب بود. او 45 سال از عمرش را در قم سپری کرد. از سال 1919 که یک طلبه ساده بود به آن شهر سفر کرد و در آنجا سکنا گزید. در آنجا به تحصیل پرداخت تا اینکه در سال 1964 تبعید شد، آن هم به خاطر نقطه نظرهای مخالفی که با محمد رضا شاه پهلوی داشت. ولی او بعد از 14 سال تبعید به آنجا بازگشت و در خانه دامادش آقای اشراقی سکنا گزید. بر اثر مشکلی که در سلامتی او به وجود آمد، در اوایل سال 1980 به بیمارستان قلب تهران منتقل شد و پزشکان به او سفارش کردند که قم را برای همیشه ترک کند، زیرا آب و هوای خشک و گرم آنجا برای سلامتی وی مضر است و از او خواستند که در شمال تهران اقامت کند. در آغاز از امام خواستند تا در یکی از قصرهای شاه اقامت کند، چون پس از فرار شاه و اطرافیانش هنوز هم خالی بودند. کاخهای شاه و آنچه در آنجا وجود داشت هر انسانی را به حیرت وامی داشت. نماد زندگی مستکبری و اسراف بود. امام زندگی در کاخ شاه را نپذیرفت و از کارکنان دفترش خواست که دنبال یک خانه معمولی در یکی از محله‌های پایتخت باشند. در آن فاصله در آپارتمانی در خیابان دربند به مدت نزدیک 2 ماه ساکن شد تا خانه‌ای که می‌خواهد بیابند. از اون جایی که مرحوم حاج احمد آقا با آقای امام جوارانی در ارتباط بود و امام جوارانی از دوستان مرحوم حاج احمد آقا بود، پیشنهاد کرد به اینکه جماران ما مهیاست و خانه خود من هم در اختیار امام. اون وقت البته معلوم نبود که امام کی قد در تهران میخوان بمانند. امام خمینی در تاریخ 15 جولای 1980 برای زندگی به محله جماران کوچ کرد. در آن وقت امام 78 ساله بود و در آنجا ماند و به هیچ وجه از آنجا بیرون نرفت تا اینکه وفات یافت. او در این محله 8 سال و 10 ماه زندگی کرد. امام پول کافی برای خرید خانه نداشت، پس به اجاره آن بسنده کرد و در آنجا با همسرش خدیجه خانم زندگی کرد. مهمترین انگیزه انقلاب و قیام ملت ایران اسلام خواهی و آرزوی تحقق احکام قرآن و اجرای احکام قرآن بود. در کنار این قضیه و مکمل این مسئله این بود که نظام شاهنشاهی سابق یک نظام کاملا ضد اسلامی و ضد ملی بود، نظامی بود وابسته به آمریکا، وابسته به
امام در این اتاق بیشتر اوقاتش را سپری کرد. در این اتاق مردم را میپذیرفت و انقلاب اسلامی را اداره میکرد و مسئولان و شخصیت‌های سیاسی را به حضور میپذیرفت. همچنین هیئت‌های سیاسی و علمی که از سرتاسر جهان به دیدارش میآمدند. از روز وفاتش در سال 1989 تا تاریخ تولید این فیلم در به این اتاق قفل شد، تا اینکه همسر امام که هنوز در قید حیات است دستور داد به روی گروه اعزامی تلویزیون المنار جهت فیلم برداری باز شود. در سمتی از این خانه حسینیه جماران واقع است. حسینیه مکانی است که در آن مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام نوه پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه که در کربلا به شهادت رسید برگزار می شود. در ایران روال بر این است که به غیر از مراسم عزاداری مراسم گرد همایی و جلسات عمومی نیز در آنجا برگزار می گردد. امام خمینی توسط این پل کوچک که برای عبور او ساخته شده بود و رابط خانه و حسینیه بود به حسینیه جماران می رفت. در کنار این مسئله باز مسئله بسیار مهمتر مسئله رهبری امام خمینی بود. چه بسا این شرایط در سالهای پیشین هم وجود داشت، دوره‌های مشابهی هم در تاریخ ایران یا در کشورهای مشابه ایران وجود داشت، ولی رهبری همچون امام خمینی رو نداشت. رهبری امام، اسلام خواهی و اسلام طلبی مردم و وابستگی رژیم شاهنشاهی به آمریکا و اسرائیل، اینها سه عامل اساسی برای انقلاب و نهضت. امام خمینی عادت داشت قبل از نماز ظهر ورزش مناسب سنش را انجام دهد. او در حیات خانه به پیاده روی می پرداخت و در ضمن کارهای دیگری هم انجام می داد. رادیوی کوچکش را به همراه داشت و بعد از ظهر به گزارش و جلسات مجلس و دیگر برنامه ها گوش می داد. و واقعا شاید باورتون نشه که نظم امام ثانیه‌ای بوده. یعنی وقتی ایشون یکو 10 دقیقه به سر سفره نهار نمی اومده، احساس میکردن برای ما مشکل پیش اومده، میرفتن نگاه میکردن، دیدن مثلا بله احمد آقا داره بهشون صحبت میکنه، و الا ایشون سر دقیقه همیشه نهارشون رو میخوردن. خالم دباغ حتما نقد کردن که مثلا به امام میگن شام بیاریم، شام بعد 10 شب میخوردن، یه رو 15 دقیقه مثلا یا نیم ساعت بوده، گفتن که نه هنوز به شام مونده. چای خواستن برای امام بیارن، مثلا بعد از ظهرشون چای میخورده، ایشون نگاه ساعت کرده گفته حالا چند ثانیه دیگه مونده. و جالبه که اگه براش میبردن ایشون چای رو نمیخورد، چون ایشون سر ساعت 4 باید مثلا چای میخورد، اگر قبل میبردن ایشون نمیخورد. یعنی اینجور نبود که تمکین بکنه، نظم خودش رو حفظ میکرد. امام از زمانی که در فیضیه طلبه بود نظم عبادی خاصی داشت و همیشه طبق برنامه عمل میکرد. مشغله های کاری و بالا رفتن سن و سال و مریضیش نتوانست او را از نظم در عبادت دور کند. ویژگی های برجسته امام
انس ایشون با قرآنه. شاید برای شما تعجب آور باشه که امام روزی 7 بار قرآن میخونده و طبق نقلی که من در کتاب هم بردم روزی 3 جز قرآن میخونده. ایشون قبل از نماز صبح و بعد از نماز صبح قرآن میخونده، ساعت 9 صبح قرآن میخونده، قبل از نماز ظهر قرآن میخونده، بعد از ظهر قرآن میخونده، قبل از نماز مغرب قرآن میخونده، بعد از نماز عشاء قرآن میخونده، 7 نوبت. امام گریه داشت اما نه جلوی مردم. امام گریهش نیمه های شب بود. امام هر شب 2 ساعت به اذان بیدار بود برای نماز شب، که امام از جوانی، اونایی که با امام مأنوس بودن از زمان طلبگی 16 سالگی، امام نماز شبش هیچگاه ترک نشده بود. خب من بود، امام بسیار در نماز شب گریه میکردن. یعنی امام به گونه ای بود که در نماز شب بعضا شدت بکایشون به حدی بود که دستمال کاغذی برای پاک کردن اشک ایشون کافی نبود، بعضا حوله کنار دستشون میذاشتن و این طبیعتا ماها را متاثر میکرد، نه اینکه متاثر نکنه. فهمیدش که این دنیا معبر است برای اون عالم، اون دیگه خوفی ندارد، آرزوش این است که به مقصدش برسد. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و این ابصار قلوبنا بضیاء نبرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور فتصل الى معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقه بعز قدسک. به هنگام جنگ ایران و عراق، نیروهای اطلاعاتی ایران متوجه شدند که عراق قصد دارد جماران و خانه امام را بمباران کند. امام عرض شد که اطلاعات قوی داریم ما که امروز میخوان اینجا را بمباران کنند و شما اینجا را امروز ترک کنید. امام خودش رو از مردم جدا نمیدونست. میفرمود من جماران رو ترک بکنم، مردم جماران اینجا در زیر بم قرار بگیرن؟ امکان ندارد. برای امام یک اتاقی درست کردن برای حفاظت از بمب ها. امام تو اون اتاق اصلا وارد نشد تا آخر عمره. در اونجا اصلا نرفت، سخنام نکرد، اطلاع هم نداشت. بعد فهمید وقتی آمدن پیشنهاد کردن، امام فرمود از اینجا تکان نمیخورم. منم مثل مردم جماران هستم و منم مثل این برادرهای پاسدار اینجا هستم. اگر خطری اونا را تهدید کنه، منم مثل اونها هستم. و لذا در همون وقت امام، وقتی که من یادم هست، اومد یکی از دوستان به امام پیشنهاد کرد، امام داشت یک غزلی مینوشت، با یک کاغذ کوتاهی هم تو داشت غزلش رو مینوشت و اشعار را مینوشت و مضمون به این که ما از این دنیا رفتنی هست، اینا مسئله نیست. و لذا امام هیچ در او اثر نگذاشت. عرفان امام خمینی را می توان در اشعارش که به زبان فارسی سروده شده یافت. ایشان دیوان شعری دارند و تمام اشعارشان در آن جمع‌آوری شده است. اشعارش همه عرفانی است و مردم امام را به عنوان یک شاعر عارف نشناختند. او بیشتر به عنوان یک انقلابی معروف است تا یک شاعر. امام معروف است به اینکه نظام 2500 ساله شاهنشاهی را برانداخت. معروف است به عنوان قهرمان و پهلوان انقلاب اسلامی. اشعار امام از گونه اشعار سهل و ممتنع است و شبیه اشعار حافظ شیرازی است، شاعر بزرگ عرفانی ایران. امام در یکی از اشعارش میگوید: پروانه شمع رخ زیبای تو هم، دل باخته قامت رعنای تو هم، آشفته ام از فراقت ای دلبر حسن، فراشت و شمع وجهک یا صبیحی، رشیق قوامک الممشوق بوحی، فراق جمالک القدسی موج غدا فی جزره،
فضاح روحی، یتوجه الى خالقه. او متوجه خالق خیش است و میگوید من پروانه ای هستم که گرد صورت زیبایت ای خالق بزرگ میچرخم. این در شعر عرفان یکی از مهمترین و زیباترین تشبیه هاست. این یک تمثیل بسیار زیباست، چون طبیعتاً پروانه اصرار دارد که دور شمع و منبع نور بچرخد و آنقدر میچرخد تا بالهایش بسوزد، و این یعنی فناء فی الله و خلوص در عشق به خدا. با این که امام سخت مشغول اداره کشور بود، ولی با این همه همیشه وقتی را برای بودن با خانواده اختصاص می‌داد، به خصوص با همسرش خدیجه خانم و با فرزندان و نوه‌هایش. یک بارش که به طور منظم و مرتب پیش از ظهر 20 دقیقه بعد از اینکه درسشون تمام می‌شد تا اذان ظهر فاصله بود، می‌اومدن با ما بچه‌ها تو حیاط به بازی. هر بازی که ما می‌کردیم اونها با ما، ایشون با ما شریک می‌شدن در بازی. همیشه هم دوش امام بودن و مکررن من از امام شنیدم که می گفتند من خیلی مدیون مادرت هستم. این رو من بارها از ایشون شنیدم که من خیلی مدیون مادرتون هستم، و همیشه سفارش مادر ما رو می کردن. حتی به طوری که ما اگر وارد می شدیم اول پیش ایشون می رفتیم می پرسیدن حال مادرت چطور بود، یعنی تو خوب بود اول بری پیش مادرت، و می گفتن به ما شما برید پیش مادرت، پیش من نیایید من ناراحت نمی شم، حتما برید پیش مادرت. البته اینا این اتاق اون اتاق بودن، نه اینکه فاصله داشته باشه. ایشون هیچ بین زن و مرد حقیقتا می خوام بگم فرق نمی زاشتن. من خودم دختر بودم تو منزل، برادرم 10 سال از من بزرگتر بود، اون اخوی بزرگم، اما ایشون هیچ بار من ندیدم که حتی یک بار که ایشون من رو به خاطر اون یا توبیخ کنن یا حتی اگر اون کاری به من گفته به من بگن انجام بده. اصلا اینطور نبود، یعنی بین تو منزل، تو خانواده، بین دختر و پسر هیچ فرقی نبود پیش امام. و خانومشون که بسیار احترام داشت، که امروز که هنوز چندین سال 13-14 سال امام فوت کردن، خانوم همچنان یک شخصیت برجسته تو منزله که همه احترام بسیاری برایشون قائلند. و البته باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش‌های شماست. تمام حقوقی که مرد دارد زن دارد، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق مالکیت همه جور، تمام جهاتی که مرد دارد زن هم دارد، لکن هم در مرد یک چیزهایی است که ممنوع است به واسطه مفاسد، و هم زن در زن یک چیزهایی است که ممنوع است به واسطه مفاسد اخلاقی. اون که اسلام جلوش را گرفته چیزهایی که مفسده دار بوده است، چیزهایی که برخلاف عفت زن بوده، و زن را خواسته است که یک حیثیت انسانیش محفوظ باشد و ملعبه در دست مردها نباشد. بعد از یک سال از پذیرفته شدن قطعنامه از سوی امام خمینی، خبرگزاری‌های جهان خبر اعزام هیئت بلندپایه امام خمینی به مسکو را پخش کردند که حامل یک نامه و پیام از امام خمینی به رهبر شوروی میخائیل گورباچوف بود. ما عرض کنم که وارد شوروی شدیم،
شب رو اونجا خوابیدیم و بسیار هم سخت به اون گذشت، به دلیل اینکه خب یک کشور غیر مسلمان بود. همه جهانیان مشتاق بودند بدانند محتوای نامه چیست. آمریکایی‌ها برای فهمیدن موضوع کنجکاوی‌های زیادی کردند. اغلب در این اندیشه بودند که ایران می‌خواهد از شوروی کمک بگیرد تا بازسازی را آغاز کند. همچنین از شوروی درخواست اسلحه جهت تقویت ارتش را خواهد کرد. این اندیشه را خود گورباچوف و سیاستمداران روسی هم داشتند، ولی آنچه رخ داد همه را شگفت زده کرد. فخامة السيد غورباتشوف رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، إن مشكلة بلدكم الأساسية لا تكمن في الملكية والاقتصاد والحرية، بل في فقدان الإيمان الحقيقي بالله ومحاربتكم الطويلة والعقيمة لله مبدأ الوجود والخلق. لقد اتضح للجميع أن البحث عن الشيوعية يجب أن يتوجه منذ الآن فصاعدا إلى متاحف التاريخ السياسي العالمي. أما لماذا؟ فلأن الماركسية لا تلبي شيئا من احتياجات الإنسان الحقيقية. لماذا؟ لأنها مذهب مادي ومحال إنقاذ البشرية بالمادية. لقد وجه الزعيم الصيني الضربة الأولى للشيوعية، وها أنتم تنزلون الثانية ويبدو أنها القاضية. فلم يعد اليوم بعالمنا المعاصر شيء باسم الشيوعية، ولكني أطلب منكم بصورة مؤكدة أن تحذروا الوقوع في سجن الغرب وأنتم تحطمون جدار أوهام الماركسية. أطلب منكم أن تحققوا بدقة وجدية حول الإسلام، ليس لأن الإسلام والمسلمين بحاجة إليكم، بل لما يتضمنه الإسلام من قيم سامية ولما يمتاز به من شمولية، بحيث يستطيع أن يكون وسيلة لراحة وإنقاذ الشعوب وحل كافة الأزمات السياسية التي تعاني منها البشرية. والسلام على من اتبع الهدى. هیئت اعزامی به تهران بازگشت و پاسخ نامه امام نیامد، تا اینکه دو ماه بعد وزیر امور خارجه وقت شوروی ادوارد شوارتناتسه به تهران آمد و در کیف همراهش پاسخ نامه امام بود. از حضرت امام بسیار متشکرم از دادن فرصت برای ملاقات با شما. جلای وام دوباره از داروی ЦК КПСС наполнена глубоким философским смыслом. Все советские руководители, все члены советского руководства ознакомились с текстом вашего послания. Безусловно, со многими фундаментальными положениями мы согласны, по некоторым можно и спорить. Имам Хомейни حرف آقای شوارتناتسه را قطع کرد و گفت: ایشون بگه که من میخواستم یه جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم. Спасибо за это послание. Передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане. Но тем не менее на то свое послание ответ не получил. امام بدون توجه به شوارتناتسه که شگفت زده و دست پاچه بود اتاق را ترک کرد و بیرون رفت. شوارتناتسه به زودی تهران را ترک کرد و این بار در کیفش به جای جواب سوالهای زیادی حمل می کرد.
نامه امام به گورباچوف بازتاب وسیعی در قشر فرهنگی روسیه گذاشت و باعث شد که گفتگوهای وسیع، عمیق و فلسفی بین مکاتب مختلف روسی درگیرد. ولی چند هفته نگذشته و هنوز گفتگوها تمام نشده بود که یک نویسنده انگلیسی هندی الاصل به نام سلمان رشدی با نوشتن کتابی که در آن مستقیماً به معتقدات مسلمانان و به ساحت مقدس پیامبر اسلام اهانت کرده بود، همه مردم فرهیخته و فرهنگی دنیا را به شگفتی و تعجب واداشت. او نام کتابش را آیات شیطانی گذاشت. امام وقتی که هر کجا اصل اسلام و اصل نبوت در خطر میخواست قرار بگیره، هیچ ملاحظه‌ای نداشت، چه در مقابل حکومت شاه چه در مقابل دنیا. وقتی که برای امام آوردن و در اون کتاب اهانت هایی رو به پیغمبرشون دید، ایشون معتقد بود که این مقدمه ایست برای حجب و هتک اسلام برای همیشه. لذا بلافاصله اون فتوا رو محکم صادر کرد و امام در اینجور موقع ها هیچ ملاحظه‌ای نمی کرد که بعد چه اتفاق میخواد بیفته. تنهایی بدون این چه وحشت بکند، خدای نخواست بیاد اینجا و به خدا جسارت بکند، این به جنگ مسلمین بر نخواست. اگر به خدا صبر کند، به رسول خدا صبر کند، این به جنگ مسلمین بر نخواست. انا لله و انا الیه راجعون. إني أبلغ جميع المسلمين الغيار في العالم أن مؤلف كتاب آيات شيطانية الذي أعده وطبعه ونشره أعداء الإسلام والنبي والقرآن وكذلك الناشرين الذين اطلعوا على مضامينه كلهم محكومون بالإعدام. إني أطلب من المسلمين الغيار أن ينفذوا حكم الإعدام بهم حيث وجدوهم لئلا يجرؤ غيرهم على إهانة مقدسات المسلمين، ومن يقتل في هذا السبيل فهو شهيد إن شاء الله. ضمنا، إذا كان هناك من يعرف بوجود مؤلف الكتاب لكنه لا يستطيع أن ينفذ فيه حكم الإعدام، عليه أن يرشد الناس إليه لينال جزاء أعماله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتوای امام با مخالفت شدید و وسیع دفاتر دیپلماسی جهان روبرو شد و فشار دولت‌های غربی بدانجا رسید که سفرای خود را به کشورهایشان باز خواندند تا امام فتوای خود را پس بگیرد. سلمان رشدی نیز از برخورد خوب و مهربانانه غربی ها برخوردار شد. I am the best protected target because I am the one who has state police looking after me, etc. You know, but if you look at the appalling fatwa of Khomeini, which includes publishers and translators and booksellers and etc., then literally there are not just hundreds but actually thousands of people who are not just theoretical targets but actual targets, as we've seen in the case of two translators and now Vilya. You know, this is not a theoretical problem. It's not a problem of just one person. It's a problem of a terrorist state which attacks in this incredible way anybody who it happens to disagree with. ولذا یک آدم بی سر و پا و بی ریشه ای رو وادار بکنن که یک مطلب موهنی علیه پیامبر اسلام بنویسه و اینو منتشر بکنه و اونا تبلیغ بکنن و جایزه بدن، ملاحظه کردی؟ بی خود یا با خود، به مناسبت یا بی مناسبت، هر حکومت غربی این آقا رو صدا میکنه، یه جایزه بهش میدن. بعد قل من 30 يوما على إصدار الفتوى ومن تلقاء أنفسهم، عاد سفراء الدول الغربية إلى طهران في 20 من آذار من عام 1989. الآن میتواند یه سفارتخانه، هر سفارتخانه ای میخواد باشد، میتواند که به حکومت ما، به دولت ما یه چیز تحمیل کنند؟
پس ما منزوی نیستیم، شما خیال میکنید منزوی هستیم. منزوی به اون معنایی که شما میخواید نباشیم، این معناش این است که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه به گوش باشیم. در آغاز سال 1989 مطبوعات، رادیوها، تلویزیونها و تمام رسانه‌های گروهی در مورد یک چیز سخن می‌گفتند: جانشین امام چه کسی خواهد بود؟ و این زمانی پیش آمد که آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری چندین بار استعفای خود را از این جایگاه اعلام کرده بود. آقای منتظری از اول کاندیدای برای رهبری به این معنا نبود و یه جور اظهار کردن که مجلس خبرگان لازم نیست مرا فعلا تعیین کنه. یه نامه هم به مجلس خبرگان نوشتن، 3-4 تا نکته هم یادآور میشد. مجلس خبرگان، خبرگان اول رهبری، نه خبرگان قانون اساسی، نظرشون این شد که نه تعیین کنن، تعیین تکلیف کنن. بعدی که تعیین تکلیف کردن گفتن این مسئله محرمانه بمونه، کسی افشا نکنه. تو قانونی هم شاید نبود، چون تو قانون قائم مقام رهبری نداشتیم، نداریم، تو قانون اساسی هم نداریم. مجلس خبرگان در سال 1983 آیت الله منتظری را به عنوان جانشین امام انتخاب کرد، ولی در سال 1986 بر اثر بازداشت مهدی هاشمی مسئول پرونده نهضت‌های آزادی بخش اختلافات شکل گرفت. مهدی هاشمی برادر هادی هاشمی داماد و رئیس دفتر آیت الله منتظری بود. اتهاماتی به مهدی هاشمی نسبت داده شد، اتهاماتی از قبیل ترور، آدم ربایی و اقدام به عملیات غیرقانونی. ولی آنچه که پنهان ماند و در رسانه ها از آن حرفی به میان نیامد، آلوده شدن او به مسائلی در کشورهای مجاور بود که ایران را ناخواسته وارد جریانات ناخوشایند امنیتی میکرد. ولی با توجه به این یافته های ایران، آنچه که دستگیر دیگر کشورها شد چیز دیگری بود که بعداً کشف و معلوم گشت. در سال 1987 همانطور که معمول هر سال بود، ایرانیان دست به راهپیمایی براءت از مشرکان زدند. این راهپیمایی را حاجیانی از ایران و دیگر کشورهای مسلمان با ملیت‌های مختلف اداره و انجام می‌دادند. و در حالی که بیش از 150 هزار حاجی در خیابان‌های مکه به جلو می‌رفتند و شعارهای براءت از آمریکا و اسرائیل را سر می‌دادند، نظامیان و پلیس سعودی به روی مردم آتش گشودند که به کشته شدن بیش از 400 حاجی از حاجیان ایرانی، لبنانی، فلسطینی، پاکستانی و عراقی و دیگر کشورها منجر شد. همچنین بیش از 5000 نفر زخمی شده و بسیاری نیز برنامه ریزی شده بازداشت شدند. بیشتر کشته شدگان پیرمردها و زنانی بودند که نتوانستند به موقع از قتلگاه بگریزند. منتها خب زمینه فقهی و مبارزاتی آقای منتظری هم زمینه خوبی بود، زمینه فقهی، مبارزاتی و مردمیش زمینه خوبی بود. منتها از سال 66 که سید مهدی هاشمی برادر داماد ایشون بازداشت شد و تمام توصیه های امام و غیر امام نتونست تأثیر بذاره که جریان مهدی هاشمی از جریان بیت آقای منتظری منفک بشه و آقای منتظری بعد از این حادثه یه نوع عکس العملی نشون داد، از جمله درسش رو تعطیل کرد، ملاقاتش رو تعطیل کرد.
هادی هاشمی داماد آیت الله منتظری و رئیس دفتر او برای رهایی برادرش و متهم کردن دیگران دست به اقداماتی زد. از آن جمله اطلاعاتی مبنی بر مذاکره سری نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی با برخی مقامات آمریکایی برای خرید اسلحه در اختیار تلویزیون بی بی سی، رادیو مونت کارلو و مجله الشراء لبنانی قرار داد. خرید اسلحه ایرانی ها از آمریکایی ها در برابر آزاد کردن گروگان های آمریکایی موجود در لبنان که بعدها به ایران گیت معروف شد انجام می گرفت. هنوز آتش این فتنه خاکستر نشده بود که یاران مهدی هاشمی آتشی دیگر در برابر هاشمی رفسنجانی برافروختند که به قضیه مکفارلین معروف شد. این بار مسئول امنیت ملی آمریکا ناگهان در فرودگاه تهران پدیدار می گردد. خبر به رسانه ها تزریق می شود که می خواهد با هاشمی رفسنجانی ملاقات کند. ولی مکفارلین پس از آنکه ناخواسته 3 روز در هتل آزادی ماند تهران را ترک کرد. هاشمی رفسنجانی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و آمریکایی ها را علنا متهم کرد که می خواهند با او رابطه برقرار کنند. موضوع دو برادر هادی و مهدی هاشمی از موضوع داخل کشور پا فراتر نهاد و این زمانی بود که آیت الله منتظری از آن دو بی‌دریغ حمایت می کرد. پشتیبانی های آیت الله منتظری از رئیس دفترش تأثیر خود را بر مردم و بر رسانه ها می گذاشت. در روز 10 دسامبر سال 1987 امام خمینی مسئولان دولت جمهوری اسلامی را برای برقراری جلسه ای فوری به منزلش دعوت کرد. آیت الله منتظری هم در این جلسه حاضر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه من زحمت دادم که آقایان تشریف بیارند، جهت مهمش این بود که این وصیت‌نامه سیاسی و الهی من یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان، به آستانه. آقایون کسی را تعیین کنند، اشخاصی را که اونو ببرن به مجلس و اشخاصی را که ببرن به چیز، یعنی با یکی از این آقایون خودمون ببرن به مشهد. شما تعیین کنید دو نفر را که همراه این برن. یعنی بنده تعریف من؟ آقایون فهم نمیتونه دیگه همه. این جلسه در رسانه ها غربی آنچنان مهم و حساس تلقی نشد، در حالی که مسئله وصیت‌نامه تعدیل شده امام که بیشتر جنبه سیاسی داشت در زمانی مطرح شد که استعفای آیت الله منتظری و مسئله تعیین جانشین او بسیار حساس و مورد توجه بود. میزان تغییرات وصیت‌نامه مدت‌ها نامعلوم ماند. این تغییرات مقدمه‌ای بود برای تغییرات اساسی و گسترده که حتی شامل قانون اساسی هم شد، به خصوص بندهای مربوط به تعیین جانشین و رهبری بعد از امام. چند ماه بعد از این جلسه مهدی هاشمی به دستور مستقیم امام خمینی بازداشت شد. این بازداشت زمانی رخ داد که آقای ری شهری وزیر اطلاعات لیستی از اتهامات مهدی هاشمی را به رؤیت امام رساند. مهدی هاشمی بعد از 1 ماه اعدام شد. طبیعتاً آقای منتظری از این جهات ناراحت بود. بعضی موضع‌گیری‌های آقای منتظری بعد از این مراحل دیگه یه موضع‌گیری‌ای نبود که یک کسی در سطح قائم مقام رهبری یا در سطح رهبری آینده نظام اسلامی با اون موضع‌گیری ها بتونه سکاندار کشتی انقلاب اسلامی باشه. در حقیقت جریان رهبری اون صلابت رو، اون قدرت رو، اون مهابت رو. آیت الله منتظری که قائم مقام آیت الله خمینی بود این نامه را برای رهبرش نوشته است تا اعدام ها متوقف گردد. این نامه همان گونه که او میگوید اعتراض به بی‌توجهی و ندانمکاری نسبت به قانون و احکام قضایی است. حتی کسانی که ما را تایید می کنند این احکام را جز احکامی انتقام جویانه چیز دیگری نمی بینند. و ما امروز قضیه شخصی نیست که یک کسی معصیت خدا را می کند و معاقب است. این به اندازه شخصیت خودش و به اندازه حال خودش معاقبه. ما اگر امروز مخالفت با هم بکنیم قضیه یک ملت در کار است، قضیه ملت‌های اسلامی در کار است، قضیه اسلام در کار است، قضیه ارزش‌های الهی در کار است. ولو اینکه
هر مقدار هم یک نفری آدمی باشد که خیر به ظواهر خیلی اعتقاد داشته باشد و خیلی هم دنبال ظواهر باشد، راکن وقتی که در قلبش هوای نفسانی باشد، قهرن اون هوای نفسانی او را دنبال می کند. این هوای نفسانی در همه هست، نمیشد تعرضش نمیشد کرد. البته در موقع اگر خدای نخواسته یه وقت ما ببینیم که میخواد یه همچی چیزی واقع بشد، تکلیف شرعیمون این است که با هر ترتیبی که میشد جلوشو بگیریم، ولو به افشا کردن، ولو به اینکه یک نفری را قربانی کنیم برای یک ملت، یه دسته را قربانی کنیم برای یک ملت. آقای منتظری، بعد از عملیات مرصاد که نسبت به منافقین برخورد جدیتری انجام گرفت، یه نامه ای نوشته بودن به حضرت امام و متاسفانه این نامه به جایی که به حضرت امام منتقل بشه، از جمله رادیوی لندن و بی بی سی و چپ و راست و دشمن سوء استفاده کردن. اینجا امام با قاطعیت برخورد کرد و آقای منتظری رو از رهبری نظام عزل کردن یا از قائم مقامی عزل کردن. من اجل الا تكرر اخطاء الماضي فاني انصحك بان تنظف بيتك من الاشخاص غير المخلصين وبان تبعد بجديه خصوم النظام الذين يرتدون اقنعه مؤيدي الاسلام والجمهوريه الاسلاميه. اشكرك من كل قلبي لاعلانك انك لست مستعدا لقبول منصب خليفه القياده. قبلت الاستقاله. روزهای آخر زندگی امام پر از حادثه و رویداد بود. با توجه به بالا رفتن سن و نامساعد بودن حال ایشان، نتوانست حتی یک روز هم آسوده باشد. هنوز جنگ به اتمام نرسیده بود که نامه‌ای برای گورباچوف نوشت، فتوای اعدام سلمان رشدی را داد، آیت الله منتظری را عزل کرد و قانون اساسی را اصلاح کرد. همه اینها در هفته های قبل از ماه ژوئن بود، ماهی که کم کم نزدیک می شد و خبر از عروج روح الله به آسمان می داد.